تا هاوینگ بیت کوین چند روزی بیشتر باقی نمونده امروز میخوایم در مورد هاوینگ صحبت کنیم و از زوایای متفاوت بیایم و نگاهش بندازیم یک نگاه ریاضی میخوایم بهش بندازیم میخوایم از جنبه کد نگاهش بکنیم البته خیلی کوتاه و بعد از اون صد البته بریم سراغ جنبه اقتصادیش و مالی در انتها ببینیم که چه تاثیری بر عرضه و تقاضا خواهد داشت با ما همراه باشین ویدیو بسیار جالب و بسیار مهم خواهد بود اولین چیزی که راجعش باید صحبت کنیم اینه که اصلا هوینگ چی هستش. امروز طبیعتا فرصت نمیشه راجع به اینکه دقیقا بیت کوین چطوری کار میکنه صحبت بکنیم اونو توی این ویدیو میتونید که ببینید اما اگر که بخوایم خیلی کلی موضوع رو مطرح بکنیم ماینر های بیت کوین وظیفهشون این هستش که تراکنش هایی که از سرتاسر سر دنیا شما با ولتتون انجام میدین رو جمع بکنن توی یک بلاک بذارن اون بلاک رو حل بکنن و این بلاک حل شده رو اضافه بکنن به بلاک چین و برای اینکه این کار رو انجام بدن یک پاداشی و یک مشوقی براشون در نظر گرفته شده و به ازای حل هر بلاک بهشون یه مقداری بیت کوین جدید میرسه و این راهی هستش که بیت کوین ها به دنیا میان البته این تنها سودی نیستش که ماینر ها میبرن تمام اون کارمز تراکنش های همه اون تراکنش هایی که توی بلاک هستن هم به ماینر ها میرسه بنابراین وقتی بیت کوین ها همشون ماین بشه باز هم ماینر ها دلیلی برای ادامه دادن دارن خب یاد گرفتیم که بیت کوین ها چه جوری به دنیا میان بیت کوین ها با ساخته شدن بلاک های جدید به دنیا میان اولین بلاکی که ساخته شد بلاک جنسیز که ساخته شد روی لپتاپ ساتوشی وقتی که ماین شد و بلوک ساخته شد به ولت ساتوشی 50 تا بیت کوین جدید اضافه شد و شروع ایجاد شدن بیت کوین ها بود خب این بیت کوین ها در هر بلاک 50 تا 50 تا 50 تا اضافه شدن تا زمانی که 210 هزار بلاک ایجاد شد اونجا جایی بود که در سال 2012 اولین هاوینگ یا نصف شدن بیت کوین صورت گرفت اما بیایم یک کمی ریاضی نگاهش بکنیم ببینیم دقیقا چه معنایی داره با من همراه باش ساتوشی اولین بلاک رو که ماین کرد 50 تا بیت کوین و 210 هزار بلاک بعدی هم 50 تا بیت کوین به ازای هر بلاک به ماینرش داده میشد اما بعد از اون بعد از هوین هر 210 هزار بلاک این عدد 50 تا نصف میشه یعنی به جای 50 تا 25 تا بیت کوین جدید اضافه میشه این پست ردیت برای من جالب بود خیلی ساده و قشنگ توضیح داده موضوع اینکه که این چطوری این جمع همه اینها به 21 میلیون میرسه و میتونیم با هم بیایم اینجا ببینیم من جزای قسمت های مهمترش رو سعی میکنم که بهتون نشون بدم اولا همونطور که گفتیم اول 50 تا 50 تا به تعداد بیت کوین ها اضافه میشد و بعدش 25 تا 25 تا بعد دوباره نصف شد 12, ,5, 12 ,5 و نیم و همینطور تا به آخر چند تا بلاک داشتیم که 50 تایی بودش 210 هزار بلاک 50 تایی داشتیم 210 هزار تا بلاک 25 تایی 210 هزار تا بلاک 12 و و, همینطور تا آخر خب طبیعتاً میتونیم که ریاضی دویرستان اگه یادتون بیاد میتونیم که 210 هزار رو فاکتور بگیریم میشه 210 هزار زب در 50 بلا به 25 آخر. و همچنین میتونیم که از 50 هم از دل اینها فاکتور بگیریم میشه 210 هزار زب در 50 زب در یک به روی دو به توان صفر علاوه یک به روی دو به توان یک تا آخر و این کار رو اگر انجام بدیم یک کمی این برون بر بکنیم میشه 210 هزار زب در 50 زب در جمع صفر تا بی نهایت یک به روی دو به توان این رو اگر حساب بکنیم عدد 21 میلیون رو به ما میده خب خیلی هم عالی 21 میلیون بیت کوین وجود داره اما این واقعیتش اینه که خیلی دقیق نیستش چرا دقیق نیستش همه این داستان ها همه این که داریم میزنیم که ماینر ما ها فلان کار رو میکنن ولی تا فلان کار رو میکنن همه کد هستن درسته اینا همه کد هستن و کور بیت کوین اون هسته بیت کوین به زبان سی نوشته شده و همه این اعداد به شکل اینتیجر و اعداد 32 بیتی ذخیره شدن و خب تا یه دقتی اونجا وجود داره به عنوان مثال ممیز وجود نداره و به خاطر این وجود نداشتن ممیز در اینتیجرها و اینکه بالاخره ارور روند شدن این وسط اتفاق میفته در نهایت تعداد کل بیت کوین هایی که وجود خواهد داشت یه ذره کمتر از 210 هزار 21 میلیون بیت کوین خواهد بود و چجوری توی این معادله خودشون نشون میده اینکه n از یک تا بی نهایت در واقع نیستش تا یه جایی تموم میشه اما چجوری تموم میشه اگر که به لیست در واقع Having هاوین دیت ها نگاه بکنیم میبینیم که از سال 2012 شروع شد در واقع اصل 2008 با جنسیس بلاک 50 تا بیت کوین شروع شد و 2012 25 تا بعد 2016 12.5 2020 6 25 و 2024 3 ,125. و همینطور ادامه پیدا میکنه تقریبا هر 4 سال یک بار تا کی تا سال 2140 احتمالاً خیلی از ما اینجا نباشیم اما در سال 2140 همونطور که میتونید ببینید اینه که قبل بین 2136 تا 2140 ماینرها وقتی بیت کوین ماین میکنن یک دونه ساتوشی بهشون میرسه و در سال 2140 اون یک دونه صفر میشه اگر اون معادله قرار بود درست باشه و تا بی نهایت پیش بریم احتمالاً بعد نصف ساتوشی بهشون میرسید اما چیزی کوچیکتر از یک ساتوشی وجود نداره هر ساتوشی برای دوستانی که نمیدونن یک صد میلیونیوم بیت کوین هستش یک بیت کوین معادل 100 میلیون ساتوشی هستش بسیار رایل. خب به این دلیل هستش که پس به 21 میلیون هیچ وقت نمیرسیم اما اگه به کد بیت کوین نگاه بکنیم میتونیم که این در واقع حد اکثر رو اینجا ببینیم اولا میتونیم ببینیم که در فایل amount.h توی فولدر کانسنسس در فولدر Source اگر بیایم توی خود کد بیتکو... بیت کوین رو بررسی بکنین میتونین این در واقع ثابت یا این کانستنت رو ببینید که کوین رو به عنوان 100 میلیون معرفی کرده تعداد ساتوشی هایی که در یک بیت کوین هستند و این پایین مقدار ماکسیموم بیت کوین ماکسیموم کل پول مکس مانی اسم کانستنتش هستش تعریف شده که هست 21 میلیون زب در کوین که هر کوین معادل 100 میلیون ساتوشی هستش و اینجا هم توضیح هم داده که آقا به دلایل مختلف هیچ وقت 21 میلیون نمیرسه صرفا این چکی که اینجا وجود داره این چک کردن که اینجا وجود داره صرفا برای اینکه اگر اتفاقی افتاد اگر یک باگی توی کد وجود داشت هیچ وقت امکان نداشته باشه که تعداد کل بیت کوین ها از 21 میلیون بیشتر بشه پس این هم تاییدیه است در کد بیت کوین برای اینکه مطمئن بشیم هیچ وقت بیشتر از یک 21 میلیون بیت کوین نخواهیم داشت بسیار عالی خب حالا اینا چه معنی داره اینا رو همه کنار هم بذاریم به چی میخوایم برسیم میخوایم به این برسیم که مقدار تولید بیت کوین داره کم چه مقدار بیت کوین های جدیدی که داره هر سال تولید میشه کم و کم و کمتر میشه بریم یک نمودار دیگر رو با هم بررسی بکنیم و اون این نمودار هستش در آم... در حال آماده شدن برای رسیدن به هوینگ هستیم و ممکنه این نمودار رو دیده باشین که میان حدس هایی میزنن از اینکه چه روزی که بیت کوین اتفاق خواهد افتاد هر چی نزدیک تر میشیم این حدس دقیق تر میشه اما ممکنه واسه خیلی سوال پیش بیاد که آقا اصلا چرا حدس میزنن چرا مگه معلوم نیستش مگه هر چهار سال نیستش م... بعد معلوم باشه دیگه شما دارین میگین تا 2140 مشخصه که میخوایم چیکار کنیم بعد نمیدونیم تو چه روزی میخوایم چیکار کنیم واقعیتش این هستش که ماینرها وقتی بلاک رو ماین میکنن ما میدونیم که هر بلاک به طور متوسط 10 دقیقه طول میکشه که ماین بشه ممکنه بیشتر طول بکشه ممکنه همتر طول بکشه بستگی به شانس اون ماینر داره اما مکانیزم در واقع دیفیکالتی ادجاستمنت بیت کوین اجازه میده که این میانگین روی 10 دقیقه بت بمونه دوباره الان فرصتش نیست که راجع بهش صحبت کنیم که چه جوری کار میکنه ویدیو که اول فیلم اشاره کردم رو حتما ببینید اما با توجه به تخمین هایی که الان داریم میتونیم یک نمودار در واقع به شکل زنگوله یا یک نمودار نرمال بچینیم بر این و بگیم که حدوداً کی هاوینگ اتفاق میفته و الان به نظر میرسه که 19 هم یا 20 هم این ماه روز هاوینگ باشه 19 یا 24 سال 2024 خب پس اگه این نمودار رو دیدین و حدس های متفاوت رو دیدین تعجب نکنید خب این از داستان خود هاوینگ اما چه تاثیری روی سیستم اقتصادی بیت کوین داره و اصلا چطور میتونیم با بیت کوین رو مقایسه بکنیم با سایر دارایی هایی که وجود دارن مثل طلا و دلار و در واقع این این چه تاثیری اونجا خواهد داشت سه تا نمودار اینجا آقای ویلی وو گذاشته برامون من اول از بیت کوین شروع می‌کنم چون تا الان داشیم بیت کوین صحبت می‌کردیم احتمالاً خیلی راحت‌تر باشه خب همونطور که گفتم هر بار که هاوینگ اتفاق می‌افته مقدار تو بیت کوین های جدید نصف میشه و اگر که نگاه بکنیم که آقا به کل سپلای نگاه کنیم به کل بیت کوین هایی که تا به امروز ماین شده نگاه بکنیم و بگیم که آقا در سال چقدر بیت کوین جدید تولید میشه اوکی تا الان ببینیم که چقدر بیت کوین وجود داره در دنیا ببینیم چقدر بیت کوین جدید تولید میشه به یک عددی میرسیم به نام annual supply growth یا inflation سالانه مقدار باد کردن کل دارایی هر دارایی این فقط بیت کوین به هر چیزی میتونیم بگیم مقدار اینفلیت شدن یا باد کردنش در طی یک سال رو میتونیم ببینیم الان این عدد برای بیت کوین یک ممیز هفت درصد هستش یعنی اگر همه چیز همون ثابت بمونه هر سال یک ممیز هفت درصد کل بیت کوین هایی که وجود داره به سیستم اضافه میشه دوباره تولید میشن یا به دنیا میان بعد از هاوینگ این عدد نصف میشه و از 1.7 درصد میرسیم به 0.85 درصد خب این چرا خیلی جای مهمیه و چرا جا خیلی جای خاصیه بیایم به یک دارایی دیگه نگاه بکنیم بیایم به طلا نگاه بکنیم طلا رو داریم میبینیم در طی 120 سال اخیر و همون در واقع معیار رو داریم براش حساب میکنیم annual growth مقدار رشد سالیانه هر سال چه مقدار تولید میشه از چه مقدار کلش به خودش اضافه میشه مقدار رشد سالیانه طلا به طور متوسط در طی صد خورده ای سال اخیر حدود یک, مم... یک و نیم درصد بوده به طور متوسط پس یعنی هر سال یک و نیم درصد کل طلاهایی که روی زمین وجود داره بالای خاک وجود داره ماین میشه استخراج میشه و بهشون اضافه میشه پس 1.5 درصد و یادتون باشه بیت کوین الان یک و درصده اما بعد از هاوینگ میشه سی و هشت درصد یعنی چی؟ یعنی حتی از طلا هم کمیابتر میشه به مقدار تولیدش نسبت مقدار کلش این نسبت از طلا هم کمتر میشه حالا میخوام ازتون با... میخوام که فکر بکنید و ویدیو یه لحظه پاز بکنید به نظرتون برای دلار آمریکا این عدد چند هستش چقدر دلار جدید تولید میشه نسبت به کل دلارهایی که وجود داره خب فکر کردین احتمالا حدستون اشتباهه چون من هم حداقل اشتباه بود عدد عددی که الان وجود داره برای دلار آمریکا منفی یک ممیز هفته همه درصد هستش بله دلار الان دارن کم میشن اما به این نمودار اگر نگاه بکنین من که کمی بیام کنار میتونید که سر من ببینید اینجا داره کم میشه این عدد این منفی هستش ولی تقریبا همیشه مثبت بوده همیشه بیت دلار در حال افزایش بوده و در طی چند 50 سال اخیر اگر نگاه بکنیم چیزی بین 5 تا 10 درصد این عدد برای دلار چیزی بین 5 تا 10 درصد بوده و این به معنی هستش که بین هر 10 سال تا 20 سال مقدار کل دلارها دو برابر میشه الان منفی هستیم چرا چون در سال 2024 مشغول جنگیدن با تورم هستش بانک مرکزی آمریکا و این یک کوچولو منفی رو اینجا ایجاد کرده ولی خب اگه در مدت زمان طولانی نگاه بکنیم میتونیم که ببینیم همیشه در حال رشد بوده و عددش نسبت به طلا و نسبت به بیت کوین خیلی خیلی بزرگتر هستش و به خاطر همین هستش که ما تورم رو میبینیم چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه وضعیت مشابهی داره بسیار عالی خب این چه معنایی برای ما داره به این معنا هستش که اگه بخوام یک جمله از این قسمت ببریم بیرون این هستش که بیت کوین بعد از هوینگ سال 2024ش از طلا هم کمیابتر خواهد شد کمیاب نه به این معنا که نمیتونیم پیداش بکنیم گرفتنی سخته نه به این معنا که مقدار تولیدی جدیدش در هر سال کمتر نسبت به مقدار کل موجودیتش کمتر خواهد شد بسیار عالی بریم سراغ نکته آخر این نمودار رو خیلی دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم چون یک دیدگاهی میده نسبت به هاوینگ بیت کوین که خیلی آمون شاید نداشتیم فعلا به این قسمت آبی رنگ این پایین کاری نداشته باشین من میخوام راجع به این خط ها صحبت کنیم خط های صاف صحبت کنم داستان چیه داستان اینه که میگه آقا اگر هر یکی از هاوینگ اتفاق نیفته فرض کنید که هاوینگ اول اتفاق نمیافتد. 50 تا بیت کوین در هر بلاک تولید میشد و سال 2012 هیچ اتفاق نمیافتاد کماکان 50 تا تو بلاک تولید میشد در طی 4 سال در طی 4 سال در طی 210 هزار بلاک که میشد میرسیدیم به هاوینگ دومین سال 2016 همه بیت کوین ها ماین ما شده بود اوکی پس اگه هاوینگ اول اتفاق نمیافتاد در طی چهار سال بعدیش همه بیتکوینها بیت کوین ها ماین شده بودن اما حالا فرض کنیم بیتکو... هاوینگ اول اتفاق افتاد 50 تا شد 25 تا تا سال 2016 طبق معمول پیش رفتیم سال 2016 هاوینگ اتفاق نمیافتاد کماکان بین سال 2016 و 2020 هم 25 تا بیت کوین تولید میشد و خب چی میشد خیلی جالب دوباره میرسیدیم به 100 درصد پس هر هاوینگ اگر اتفاق نیفته ما در طی چهار سال بعدش میرسیم به صد درصد و همه بیت کوین ها تولید میشن این شاید زاویه‌ای ای بود که قبلا بهش نگاه نکرده بودیم توی این نمودار هم توی این پست هم نشونش میده ما همیشه در هر چهار سال نصف بیت کوین های باقی مونده رو ماین میکنیم در چهار سال اول نصف بیت کوین ها تقریبا 10 میلیون از بیت کوین ها میلیون از بیت کوین ها در چهار سال اول بیت کوین ماین شدن در چهار سال دوم یک چهارم در چهار سال سوم یک هشتم هر بار نصف چیزی که باقی مونده رو داریم ماین میکنیم نمیدونم خاطرتون میاد یا نه شاید از دوستان چیزی یادتون مونده باشه اما یک داستانی بود که یک روباهی داره به خرگوشی نزدیک میشه و هر بار نصف فاصلش رو حرکت میکنه و بهش نزدیک میشه کی میرسه و اگه یادتون باشه گفتیدم خب هیچ وقت نمیرسه یعنی اگر با این سیستم بخوایم پیش بریم میگیم خب هیچ وقت این روباها به خرگوش نمیرسه هیچ وقت بیت کوین به 21 میلیونش نمیرسه اما همونطور که گفتیم به خاطر اینکه ما داریم توی دنیای واقعی زندگی میکنیم دقت ها بی نهایت نیستن و داریم توی دنیای اینتیجر ها زندگی میکنیم راندینگ داریم روند کردن داریم و برای همین در سال 2140 به کل بیت کوین ها خواهیم رسید اما این نمودار رو نشونتون دادم دلم نمیاد راجع به این قسمت آبی رنگ هم صحبت نکنم اگر که به هوینگ نگاه بکنیم هوینگ سمت چی رو داره نشون میده سمت ارزه رو داره نشون میده مقدار بیت کوین هایی که دارن تولید میشن و البته این همه ارزه نیستش در یک نگاه در ویدیو قبلی هم گفتم در یک نگاه میشه گفتش که اوکی آقا همه کل سیستم رو اگر نگاه بکنیم مقدار کل بیت کوین هایی که وارد سیستم داره می داره میشه همین بیت کوین هایی هستش که ماین ما میشن اما یک نگاه دیگه وجود داره نگاه دیگر این هستش که خیلی ها بیت کوین هاشون رو نگه میدارن و نمیفروشن و اصلا چرا راه دور بریم خیلی از بیت کوین ها گم میشه شما اگر بیت کوینتون رو توی ولتی بفرستین اصلا به آدرس اشتباهی بفرستین آدرسی که نمیدونین چیه بفرستین غلط تایفی داشته باشین موقعی که دارین آدرس رو تایپ میکنین اون بیت کوین برای همیشه از دست رفته و هیچ وقت قابل بازیابی نیستش و خب باعث چی میشه این باعث این میشه که یه مقداری از ساپلای هیچ وقت تکون نخوره اصطلاحا ایلیکوید بشه غیر مایع بشه ساپلای و در واقع عرضه ای بشود که نمیشود تکونش داد خب پس این چی میشه پس انگار این هم داره از عرضه کم میکنه پس این دوتا نیرو رو با هم قاطی نکنین تاثیرشون روی بازار معمولا به یه شکل هستش ولی یکی مقدار کل بیت کوینی هستش که داره به سیستم اضافه میشه این داره کم میشه سرعت تولید بیت کوین ها داره کم میشه یکی بیت کوین هایی هستش که قرار نیست دیگه تکون بخورن به هر دلیلی یا گم میشن یا به هر دلیلی دسته یکی هستش که فوت میشه هیچ کسی که نمیتونه باز بیش بکنه بیت کوین هایی که میشن بیت کوین هایی که تکون. هیچ وقت نخواهند خورد این دوتا رو با هم قاطی نکنید تاثیرشون روی بازار به یه شکل هستش ممنون از اینکه تا اینجای داستان همراه ما بودین ویدیو برای من حداقل درست کردنش برای من بسیار جذاب بود امیدوارم دیدنش برای شما هم جذاب بوده باشه ممنونم ازتون از همراهیتون حتما از هم لایک کردن و سابسکرایب کردن فراموش نشو اگر میخوایم بدونین که بیت کوین چطوری کار میکنه مهمترین ویدیوی قرن رو ببینید اینجا میذارمش لینکش هم توی کپشن هست به هیچ عنوان از دستش ندیم. ممنونم ازتون و تا دیداری بعد خدا نگهدار